سلام، امروز میخوام این اسکاج رو با هم ببافیم. برای بافتن این اسکاج ما یا میتونیم دو رنگ استفاده کنیم یا همه رو یه رنگ ببافیم. خب اول من با رنگ سفید شروع میکنم، یه حلقه جادویی میزنیم، به این شکل سه تا زنجیره میزنم، یک دو، حلقه را دستم در میارم. من باید برای بافتن این اسکاچ 12 تا پایه بلند داخل حلقم بزنم. حالا اگه میخواین یه مقداری بزرگتر بشه اسکاچتون، میتونین به جای 12 تا 14 تا یا 16 تا بزنید. حالا پایه بلند رو میزنم، دو تا، سه تا، 4 تا. خب من 12 تا پای بلندم رو زدم، حلقه رو نخش رو میکشم و جمع میشم. حالا یه بست به سر سومین زنجیره که اول 3 تا زنجیره زدیم، به سر سومی یه بست میزنم. بیشه. خب حالا برای شروع رج دوم من اول یه دونه زنجیره میزنم، بعد روی پا این 3 تا زنجیره که زده بودیم به عنوان پایه بلند یه پایه برجسته از رو می بافم. به این صورت روی گندمی همون یه دونه پایه معمولی می بافم. حالا دوباره روی پایه بعدی رو من یه دونه پایه برجسته از رو می بافم. دوباره همونجا روی همون گندمی یه دونه پایه معمولی می بافم. دوباره روی پایه یه دونه پایه بعدیمو یه دونه پایه برجسته از رو می بافم. و همونجا سر گندمی گندمی هم پایه یه دونه دیگه پایه ساده می بافم. دوباره یه دونه پایه برجسته از رو می بافم و این کار رو تکرار می کنم تا آخر رج. یعنی من 12 تا پایه بلند داشتم که تو رج بعدی باید بشه 24 تا پایه. 12 تاش پایه بلنده معمولیه، 12 تاش پایه بلند برجسته از رو. خب من الان پایه‌هامو همه رو زدم، یعنی 12 تا رج اول پایه بلند ساده داشتم، روی هر یه پایه بلندم یه پایه بلند برجسته زدم، یه پایه بلند ساده. حالا این آخریشم که زدم، به اون اولین زنجیره یه بست میزنم. حالا چون میخوام رنگمو عوض کنم، بستم با رنگ جدید میزنم. گره زدم نخواب قلابم. حالا بس رو با این رنگ جدید میزنم. خب حالا برای رج بعدی من یه دونه زنجیره میزنم و اون بافت برجسته از روی اولیمو دوباره بافت برجسته از رو میبافم. خب و روی گندمی یه پای بلند ساده میبافم. ببینید اینجا روی گندمی یه پای بلند ساده بافتم. بعد یه پای بلند ساده داشتیم رج قبل، اونو پای بلند از پشت میبافم. بهش که گفتیم نخواهد پشت میاریم. حالا دوباره یه پایه برجسته از رو دارم، اون یه پایه برجسته اما از رو میبافم و روی گندمی اینجا روی این گندمی یه دونه پایه ساده میبافم و پایه بلند قبلی رو که تو رج قبلی یه پایه بلند ساده زده اینو من پایه بلند از پشت میبافم. یه بار دیگه میگم،
ببینیم ما اولین پای بلند برجسته از رومون رو میبافیم. روی گندمی همونجا یه دونه پای ساده میبافیم، پای بلند ساده. و این پای بلند ساده برج قبل رو پایه برجسته از پشت میبافیم، یعنی قلاب از پشت میبریم و میبافیم. و تا آخر رج این کار رو تکرار میکنیم. یعنی ما روی پای برجسته میبافیم، روی گندمیش یه دونه پایه بلند ساده و این پایه ساده که رج قبل داشته بودیم از پایه از برجسته از پشت میبافیم. و به این صورت ما پای برجسته هامون ساده ثابت میمونه و فقط این پایه های وسط هست که یه پایه ساده هر دفعه بهش اضافه میشه و ما اون پایه ساده ای رو که داریم پایه از پشت میبافیم، پایه برجسته از پشت میبافیم. الان من اینو میبافم تا اینجا که رسیدم دوباره به شما نشون میدم. پس تکرار میکنیم، روی هر پایه برجسته از رومون یه پایه برجسته از رومی بافیم، روی گندمی یه پایه بلند ساده و پایه بلند ساده قبلیمون رو یه پایه بلند برجسته از پشت میبافیم. الان من پایه بلند برجسته از روم آخریش رو بافتم، یه دونم روی پایش پایه بلند معمولی بافتم، یه دونم اینجا پایه بلند معمولی داشتیم که الان اینجا براتون میبافم، پایه بلند از پشت میبافم اینا. حالا برای اینکه رج رو تموم کنم به اون اولین زنجیره‌ای که زده بودیم، اینجا اولین زنجیره‌ای که زده بودیم یه بست میزنم و رجم تموم میشه. حالا برای شروع رج بعدی دوباره من یه زنجیره میزنم، پایه برجسته از روی دیگه اولین پایمون، اینا پایه برجسته از روم رو میبافم. حالا یه پایه گفتیم اضافه میکنیم روی گندمی همینجا، ما یه دونه دیگه پایه معمولی میبافیم. حالا ما اینجا یه پایه بلند معمولی دفعه پیش اضافه کرده بودیم، اینو دوباره از پایه از پشت میبافیم، این پایه رو از پشت میبافیم. یه پایه از پشتم داشتیم که اونم باز از پشت میبافیم به این شکل. خب یعنی ما الان دو تا پایه از برجسته از پشت بافتیم، یه پایه معمولی. دوباره میرسیم به پایه برجسته از رومون، پایه برجسته از رومون رو میبافیم. یه پایه همونجا روی سر همون گندمی یه دونه پایه معمولی میبافیم، پایه بلند ساده. بعد پایه بلند بعدی رو پایه از پشت میبافیم. حالا دوباره پایه بعدیمون که یه پایه برجسته از پشت هست، دوباره از پایه برجسته از پشت میبافیم و میرسیم به پایه برجسته از رومون. دوباره همین کار رو تکرار میکنیم، یعنی پایه برجسته از رومون رو میبافیم، روی همون گندمی یه دونه پایه ساده میبافیم، پایه بعدیمون رو پایه برجسته از پشت میبافیم، دوباره پایه بعدیمون هم دوباره از برجسته از پشت میبافیم و میرسیم دوباره به پایه برجسته از رو. یعنی ما تا آخر رج این کار رو تکرار میکنیم، یه پایه برجسته از رو میبافیم، یه پایه بلند معمولی ساده، یه دونه پایه برجسته از پشت. و همینجوری به این رج ادامه میدیم تا آخرش. من الان این رج رو میبافم و به شما نشون میدم. خب الان من رسیدم به آخر رج، یعنی پای برجسته که بافتم، یه دونم
پایه بلند ساده بافتم، دو تا پایه برجسته از پشت داشتم که اونا رو بافتم. حالا میام به اون زنجیره اول یه دونه بست میزنم. حالا یه زنجیره میزنم برای شروع رج بعدی. دوباره این پایه که از رو هست و یه پایه برجسته از رو میبافم. دوباره سر گندم میشم، یه دونه پایه بلند معمولی میبافم. حالا این پایه معمولی قبلیمونو خب دوباره پایه از پشت میبافم. و این دوتا پایه از پشت هم که داشتیم در رج قبل دوباره پایه از پشت میبافم. این دوتا رو که داشتیم میبافم. یعنی اینجا شدیم سه تا پای بلند از پشت، یه پای بلند ساده و یه پای بلند برجسته از رو. ببینید الان رسیدیم به پای بلند برجسته از رو. پای برجسته بلند از رو رو میبافیم. روی همون پایه یه دونه پایه معمولی میبافیم. الان اینجا سه تا پایه داریم دیگه. این سه تا رو از پشت میبافیم. بس. یکی. این دو تا. نه. سه پایه. دوباره رسیدیم به پایه برجسته رومون. و ما تا آخر رج این کار تکرار میکنیم. یعنی روی پایه بلند از رومون یه پایه بلند از رومون میبافیم. بعد یه پایه بلند ساده روی گندمی میبافیم. و این سه تا پایه ای رو که داریم پایه بلند از برجسته از پشت میبافیم. و توی هر رج ما به این پای بلندی که از پشت میبافیم یه دونه اضافه میشه، ولی پای برجسته از رومون همجور ثابت باقی میمونه. یعنی 12 تا پای روی برجستمون همون 12 تا باقی میمونه و هی به پای برجسته از پشتمون اضافه میشه. خب الان من بافتم این رج هم اومدم رسیدم به آخرش. یعنی ما توی این رج سه تا پای از پشت داشتیم و یه پایه بلند ساده. حالا به اولین زنجیره که زده بودیم یه بست میزنیم و این رجم تموم میشه. و این رج بعدی دوباره یه دونه من زنجیره میزنم، پایه برجسته از رومونو پایه برجسته از رومون میبافم، یه پایه بلند معمولی روی همون گندمی میبافم. حالا اینجا سه تا پایه برجسته از پشت داشتیم با یه پایه بلند معمولی ساده، همه را پایه پشت برجسته از پشت میبافیم. یعنی در واقع میشه پایه های ما چهار تا پایه برجسته از پشت. کلا پایه برجسته از پشت بافتن موضوع سخت. چهار تا پایه برجسته از پشت داریم الان ما. این دو تا، این سه تا، اینم چهار تا. چهار تا پایه برجسته از پشت داریم میبافیم. دوباره میرسیم به پایه برجسته از رومون. این پایه برجسته از رومونم میبافیم. دوباره یه دونه پایه بلند معمولی روی گندمی میبافیم، روی گندمی همین پایه. دوباره چهار تا پایه داریم، سه تا پایه بلند از پشت با یه پایه بلند ساده که هر چهار تا رو پایه بلند از پشت میبافیم. و این کار رو ما دوباره تا آخر رج تکرار میکنیم. یعنی یه دونه پایه بلند از رو میبافیم، یه پایه بلند ساده و پایه های چهار تا پایه بعدیمون رو پایه بلند برجسته از پشت میبافیم. و من اینو میبافم، براتون این رجم کامل میکنم.
و رج بعدش هم میبافم، چون که دیگه این تکراره. تا شما تا جایی که میخواین اسکالتون بزرگ بشه همین کار تکرار میکنین، هر رج یه دونه پایه بلند معمولی اضافه میکنین که به پایه های پشتتون اضافه میشه دیگه. یعنی اون یه دونه اضافه میشه، اون قبلی که اضافه کردین هم از پشت میبافین. الان ما 1, 2, 3, 4 تا پایه بلند از پشت داریم با یه دونه پایه معمولی، دفعه بعد میشه 5 تا پایه بلند از پشت یه دونه پایه معمولی. بعد من میام رج آخر رو که پایه کوتاه هست و بهتون میگم. پس من اینو ادامهش رو میبافم، رج بالایش هم میبافم، چون من میخوام اسکاجم با همون دو رج که اضافه میکنم باشه، و میام پایه کوتاه رو بهتون میگم. حالا من به آخر رج رسیدم، اینو با یه بست به اون زنجیر اول رجم بست میکنم. اینجا میخوام رنگ نخمو عوض کنم، اینو کات میکنم. الان من میخوام اسکاجم همین اندازه باشه، ولی شما اگر میخواین از این بزرگتر باشه میتونین یه رج دیگه اضافه کنین. یعنی چه؟ دوباره مثل رجای قبلیش فرق نمیکنه، یه دونه زنجیره میزنین، یه دونه پایه برجسته از روتون رو میبافین، روی گندمیش یه دونه دیگه پایه ساده بلند میبافین و بقیه پایه هاتون رو از پایه برجسته از پشت میبافین. اینا که الان اینجا میبینی همش پایه های برجسته از پشته و به تعدادش هر بار اضافه شده و این پایه های از رو همه ثابت یه دونه مونده. خب حالا من نخ سفیدم رو وصل میکنم، میخوام رج آخر اینو یعنی دور اسکاجم رو یه پایه کوتاه برم که هم قشنگ تر بشه. حالا از هر کجا، از سر هر کدوم از این گندمی ها که میخوایم میگیرین بس میزنین به این شکل و روی تمام گندمی ها یه دونه پایه کوتاه میبافیم. پایه کوتاه هم که گفته بودیم یه حلقه میگیریم و دوتا یکی میکنیم به این شکل. دور تا دور اسکاج و تمام سر گندمی ها رو یه دونه پایه بلند میبافم به این شکل. یعنی همه گندمی ها رو یه دونه به این شکل. سر همه گندمی ها من یه دونه پایه کوتاه میبافم. خب الان من زدم همه پایه کوتاه رو، آخرش هم میزنم. حالا شما اگه بخواید مثل این یه بندینک درست کنین، 10 تا یا 12 تا من زنجیره میزنم. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 تا کار و اینو به اولین پای بلند یه بست میزن. و نخم رو قطع کن. همچنین که توی اسکاج قبلی گفتن تمیزکاری پشتتون هم حتما انجام بدین تا یه اسکاج تمیز داشته باشین. الان من پشت این کار رو انجام دادم، اصلا معلوم نیست. اینم به همین صورت از تمام این نخای، از تمام بافتای پشت که ما اینا رد کنیم. حالا شما اینو باف حوصله انجام بدین. الان اینا رو تک تک از توی باف عبور میدیم و اصلا مشخص نمیشه، دقیقا مثل اینی که من انجام دادم. این پشت کارتونه، اینم روی کار. این اسکاج به خاطر بافتی که داره ضخامت خیلی خوبی داره، یه حالت دولا، اصلا انگار اسکاج دولایی هستش و شاید ظاهر خیلی زیبایی نداشته باشه، ولی یه اسکاج کاملا کاربردیه. امیدوارم که ببافیم و لذت ببرید. ممنون از نگاه زیباتون.